السلام عليكم مخلصون برنامه لذيذ با علاءالدین. امروز در برنامه ما موافق درخواست های شما، زنگ های شما، مکتوب های شما روبری بدیعی انسامبل آریای نزد کمیته دولتی تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان محمد رفی حضور دارند. خوش آمدید محمد رفی کرمتلو و ما شما را خوش آمدید میگویم. فرصت پیدا کردید آمدید به این سرکولیت را نگاه نکردم. تشکر زیاد. سرول سلام خود را عرض میکنم به کل بینندگان عزیز، خصوصا به مخلصان برنامه شما. سلام باشید. برنامه لذیذ و ما گفته نموند که من علاقه از این برنامه شما آگاهی دارم و چندین مرتبه برنامه شما را تماشا کردم که با دیگر هنرمندان گذاروندید و امروز نصیب من بوده است که امروز در برنامه شما اشتراک کنم. سلام باشید. پس محمد رفی هم یکی از مخلصان برنامه ما است. خوش آمدید محمد رفی جان. کدام خوراک را تیار میکنیم؟ من میبینم شما ماهی فرمودید. پس خوراکتون که شما آماده میکنید کدام خوراک است؟ خوراکی پرهیزی. بله خیلی خوب. ماهی شوربا. بله. چون که من در چند برنامه شما دیدم خوراک های با خوراکی سر غذا و چی. بله بله. امروز فکر کردم که یک غذا خوراکی سبوک پریزی. بله بله. برای من پس موی شوربا که باشد با قول روسا اوخا. بله. خیلی خوب. برای من شما فرمودید برای ما پس در کار می شود البته موهی. موهی. بله. کارتوشکا. کارتوشکا، سبزی. بله پیاز. بله بله فهمو. چیزی که شما گفتید همه شون رو ما آماده کرده ایم. محمد رفی در چند دعوت های ما می خواستن آش را پزد. چون که آش را بسیار دوست می دارن. و من آش رو در بین مرد ها میگن، زن ها هم بسیار میگن که همین اوقات خوراک مرد ها همین آش هست. آش. ولی آش هم بسیار خوب است. لیکن خوب که شما این انتخاب کردید. پس شما چندین خوراک رو تیار کرده میتونید. برای ما در کار میشود دیگ ها؟ دیگ رو من حضیر روشن میکنم. پس ما ماهی رو حضیر چون که شما قبل از برنامه گفته بودید ما جدا میکنیم اول قسم بالایی رو قسم بالایی نه کلاهای شو کلاهی ماهی دومی ماهی رو این خیلی خوب. پس من روشن میکنم. خوش علودین شما اول آب رو میاندازیم. آب رو میاندازم. خیلی خوب. یعنی کمتر آب میاندازم. آب میاندازم بعد ماهی رو پوره کرده و ماهی رو چون که گفتید من کلاهاش رو با دوم جدا کردم. خیلی خوب. من آبی ما برای بسیار وقتی شما رو نگرفتن ما محمد رفیق جان خواهش کردن که آب رو گرمتر کنیم. بله نشانده مانیم. بله خیلی خوب. پس شد. پس من ماهی رو گرفتم و در اینجا کلاهش رو جدا میکنم. این رو دومش رو گفتیم. بله بله دومش. خوش خوش. این یک طرزی که شما گفتید پس ما اول این ها رو میاندازیم بعد این قسمت رو در قسمت دویم دویم. بله خیلی فهم فهم. شما تیار میکنم مایده تر و من چون که من دیدم که شما کمتر سرکورید همیشه در سفرهای هنری امروز ها یک چندی چورابینی های سیاسی شما بنده سیدنه میبینم در همه تمرین ها و اون مشق هایی که میگذارد شما در اونجا هستید و چخیل شما فرصت پیدا میکنید برای خوراک پختن یا خرید که نه خرید که نه لیکن البته چورابین های دولتی در پیش زیادند و شخصا من کوشش میکنم که شکر خدا که من در هر برنامه آن اشتراک دارم و البته کوشش میکنم که سزاواری باوری باشم. خب میاندازیم. میاندازیم. خب من این رو ها. خب خوش من این یعنی که ماهی شوربا اول با دوم و کلاش این ها شروع میشود. خوش این کمتر جوشیدن میگیرد. میتوانیم میده کنیم کارتوشکا و پیاز رو. سبزی رو محمد رفی ما چی خیل میکنیم؟ ما از ترپ تراشک گفتید هم میگذاریم برای تیست تر کتنش هم؟ یا که همه خیل؟ همه خیل هم میشود. خیلی خوب باز من بید بهترش من سبزی رو تیار میکنم. شما باشید برای خوریش گفتگیتون پمیدور رو به شما دیم. خوب مرحمت سرپوشی دیگر رو کمی بپوشیم و میتونی پسترش کنیم ها زیرا کمتر یک کمی. خب من تو جوشیدن این پمیدور رو ریزه کردم. من نوزیر از توپ تراشک پس گذارانم سبزی رو.
خوب محمد رفیق جان، کنی باید بریم که البته محبت با صنعت، با هنر، با آوازخوانی البته با قول شاعر که با شیر اندرون شدن، با در وجودتون، در دلتون مواد خوب و صنعت آوازخوانی خوش به دوباره میتونید که اولین بار به صحنه بر اومدید، کدام ترانه بود، کدام سرود بود کمی با ما؟ البته من فکر میکنم که به تمام مخلص های عزیز معلوم است این کسب از پدر بزرگوارم برای ما فرزندان گذشته است. ما در اوایل به ما رسیدیم که در آنجا صدای موسیقی بود، هست و میموند. همون مهر و محبت آوازخوانی و من همین روی صحنه برآمدن رو البته از پدر بزرگوارمون آموختیم و تا امروز آموخته شده‌ایم. من فکر میکنم محمد رفیق محبت به صنعت، به هنر، ما چون گفتم با شیر اندرون شد با مثال در وجود شما، از همون آغاز به دنیا آمدن محمد رفیق از نامش، از نامش هم پر از محبت به صنعت و هنر است که پدر این نام رو به شما گذاشته، نه محمد رفیق؟ البته محمد رفیق بله آوازخوان بزرگی هندوستان که پدرم اون کس رو استاد شماریدند، در خطار استاد احمد زویر، محمد رفیق هندوستانی چیتر که در برنامه شما بسیار گفتگی هستند که آمانادی محمد رفیق، مکیش، مهندر کپور، مانگیشکر و دیگر و دیگران، کشور کمر این قدر مهر و محبت داشتیان که مخصوصا همون نومی هم کس رو با نومی مرو با شرافتی هم کس گذاشته و نوم شفاعت کرده است، نوم محبت است، نوم شما این قدر شما رو در بین مخلصان محبوب کرد، مهنت های شما، کاری شما، سرود های شما، ترانه های شما که مردم این قدر دوست داشتن و دوست میدارن تا امروز که مثال من به شما گفتم که من در سه چهار جوانی رویدم که از آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی از ایمان نگذارد و بسیارو مثلا طرز لباس پوشیشون، طرز مثلا موی سرشون رو چی کردن با محمد رفیق پیروی میکنیم، یعنی پیروی شما اینم هست. بله بله خوش من سبزی ما تیار است، کمتر این جوشیدن گیرد کمتر در 15 دقیقه. بله بله خوش باید آورده میتونید که به صحنه بر اومدید باری اول؟ من روی صحنه البته که در چندین برنامه ها گفتم مخلص های عزیز خوبتر آگاهی دارن، روی صحنه اولین بار در سن 7 سالگی که در کاخ بربط آزمون آرمان شده گذاشته بود به خاطر گرامی داشتی پدرم. این کدام سال بود؟ سالوی 93-94 هم خیلی. بله بله من اولین بار همونجا روی صحنه برآمده بودم با سرود پدر جان من آمدم، پدر جان آمدم، روحی تو رو نگهبان آمدم. آهنگی کی بود؟ آهنگی پدرم بود، همون آهنگی که همون شب و روزو نسرایده بودن خودشان و این رو دوستشان شادروان شاعر شناخته حبیب‌الله ناظری در همین آهنگ ترانه سرای یکی هم در پهلوی با پدرم البته که همکاری زیاد داشتن. بله همکاری زیاد داشتن. اولین بار همونجا من برآمدم روی صحنه و شکر خدا که امروز تو امروز روی صحنه هستم. بله بله پس از 7 سالگی الکش ما روی صحنه بودیم. خیلی خوب. ولی در این بین گاهی برآمد میکردم گاهی نه، باز پوره یعنی که پوره روی صحنه در سن 18 سالگی 20 سالگی گویا که پوره روی صحنه برآمدیم با خواهرم نازیا جان. من خیلی از اون شد هستم که محمد رفیق جان شما در با حق خواهرتون همکاری میکنید و یک جای ترانه میسازید و یک بسیار آدمی بسیار برای شما عزیز و برای شما بسیار اونی که همیشه در فکر شماست و در پهلوی شماست و گفتی و روسا برای هر یک تای شما بر اومدنتون و همیشه در پس پرده است و این مادر عزیز شما است. بله که شما رو با همون
چیز هدایت میکند با مسئلیت هایشون ها میخیل است بسیار البته که از اول تا امروز مادر جان عزیزی ما که شکر خدا بالای سر ما هستند چی در سر لباس پوشی چی در برآمد کردن چی در انتخاب شعر چی در انتخاب آهنگ برای همه کار برای ما فرزندان مسئلیت میتونیم خیلی خوب بود و متشکر بگیم به مادر عزیز شما من در چندین برنامه های هنری با همراه شما روویگی که میکردم میدیدم اون غمخوری و اون شاید بودید من شاید بودم ولی محبت هستونه خوش و من در باره محبت سخن رفت محمد رفیجا شما چی فکر دارید میگید که من جوانان امروزا با وقتی خاندار میشوند وقتی همسرشان انتخاب میکنن فکر محمد رفیجا چی هست حتما باید عاشق شده گیرن یا که حواله را به پدر و مادر کنن خودشان دختری دهه را پیدا کنن دختری فلانی را خودشان در انتخاب باید کی فکر شما از تجربه خودتون هست من خودم که عاشق شده اویلا دار شدم بله بله فکر میکنم که خیلی نمیدونم هم فکری پدر و مادر این اول درجه است و در برابر این باید که دختر و پسر هم فکری من باید که یک دیگر رو خوب انتخاب کنن خوب انتخاب کنن میدونید که اویلاداری کاری شوخی نیست و باید اول خوب اندیشه کرد که یک انتخاب درست کنیم برای حیات چون که گفتی این انتخاب برای یک روز دو روزه نیست این برای تمام عمر است بسیار خیلی که شما طرفدار این هستید که حتما محبت انتخاب باید باشد البته البته من بسیار دوستان شما را میدونم اونهایی که با شما همکاری میکنن محمد رفیع شما در برنامه ها من میبینم بسیار یک جوان جدی یک در با تمکین لیکن در زندگی محمد رفیع را بسیار رفیقان و نزدیکانشون که با همکاری دارن میگن بسیار یک زنده دل است شوخ است یک ظرافت نگید و همه خاطر شما را صفات میکنن خیلی خوب است یعنی بله خیلی اومد زندگی با فکر من شوخی و شادی خوبتر است البته فکر میکنم که همین خصلت رو دارم نگفتن نموند روحشان شما بود پدرتان کرامت الله قربان بسیار یک زنده دل و محفل آرا بودن در باش نقل میکنن که برنامه باشد اگه شوخی باشد همیشه شوخی اگه سخن میگفت که مردم همه بخنده میامد و بزاق میامد و در چیزشون بله بله از روی نقل ها از روی نقل ها بله بله خوش این علاقه شربای ما علاقه جشیره ایستاده است خریب اومد ما میتونیم محمد رفیجو اینه شما گفتید گرفتن در کراسو علاقه میتونیم ما بگیریم اول بله خب اینه گرفتن علاقه اینا خدمتشون رو کردن بله دنیای هنر دنیای صنعت چخیل است برای شما فکر میکنم بسیار روی آسان نیست نه؟ روی چخیل است با فکر شما البته شما خود هنرمند هستید میدونید خوبتر به نهایت روی دشوار است به نهایت کسبی دشوار است هم خیلی از دور آسان میتواد لیکن چقدر در این کسب باید که محنت کنی زحمت کشی صدقا محنت کنی شب و روز که محنت نکردی این کسب کسب نمیشود کسب نمیشود بله 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 باز شما خوبتر میدونید باز شما بعد توصیه شما مسئلیت شما هم به جوانان همین است که پس این کسب انتخاب کردن محنت من فکر میکنم در همه جا در مخیل هستن محنت کردن البته البته در همه ساحه بله بله در همه ساحه خب این ها رو میاندازیم این ها میاندازیم در دیگه مون بله من بدرفی جان پس این علاقه بولیونش تیار شده بله بله خیلی سبزی پیاز همه یک جای یک جای میاندازیم بله خیلی خوب خاطر رسون میکنم که ما تیار کرده ایستادیم ماهی شوربا ماهی شوربای روسی اوخا بله خیلی خوب همین ماهی شوربا شما گفتید سبک خور سبک خور است برای پرهیزی است مولوی جان شما می رو گفتید تیار میکنیم باید اومد که همون دوستانی که روز داشتیم و رفیقات داشتیم البته لبی دریا رفته یا لبی چی رفته با بهونه تیار کردن ماهی شوربا شما میشتن و صحبت میکردن و گپ میزدن و یک یعنی وقتشون رو به همین صرف چی میکردن برای در اون بسیار دیده میشد بله 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 خیلی خوب پس همکاری های شما با شاعران ادامه یعنی که شما
هم ترانه های پدر رو دوباره عمری بخشیدید عمری دوباره بخشید و هم ترانه های پیدا کردید نو خوبو لیکن کوششتون که با همین لحنی به قول سبکی پدر جاویدان رویه یعنی مرا رویه باشد میخواستم راستی گپ من از اون خردسالی تو امروز سرودهای پدرم رو میسرایم و این یک قصه عجیبی هم دارد که من البته که از تجربه خودم میگویم هر یک آوازخوان هنرمند باید پیش از همه کوشش کند که یک رویه خودش رو داشته باشد بله 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 آهنگ های خودش رو آهنگ های نو یعنی که بله خودش رو معرفی کرده تواند با سرودهای خودش بعد به یک جدای میرسد در مد اول تقلید کردن تو یک روحی درست رو یافتن تقلید کردن خوب است باید هم خیلی باشد بله با یک هنرمند تقلید میکنیم بعد روحی خودت پیدا کنیم لیکن در آینده همون کار باید که آوازخوان کوشش کند که سبک و اسلوب خود رو داشته باشد تا با آخر تقلید کردن با یک هنرمند این موفقیت نمی بیارد و من هم باشد راستی گپ پور از سرودهای پدرم رو میسرایدم در اول آهنگ های خود رو هم داشتم لیکن باور کنید اگر اونقدر مرا همچون محمد رفی مردم نمیشناختن راستی گپ میگفتن که خیلی پسری شادروان پسری کرامت الله قربانوف و من هم خیلی فکر کردم که باید که وقتی آن رسیده است که سرودهای خودم رو یعنی که پیشکش مخلصان خودم کنم و همین بود اگر خطا نکنم در سری 20 سالگی یا 18 سالگی علاقه شروع کردم به آهنگ های تازه ایجاد خودم وقتی که در مکتب موسیقی در اون وقت بنو ملکه صابر و بود حاضره میرت و عطایف تحصیل میکردم علاقه در همون جا من آهنگ های خود رو ایجاد میکردم علاقه چند آهنگ نو داشتم بعد سر شد از همین در آلبوم اولینم قریب نمیدونم 10-12 ترانه که در اون آلبوم بود همش از ایجادیاتی همون گوییم که دوره مکتب خونی آهنگوی دوره مکتب خونی بود و همون سرودها گویی که توانستن من رو همچون محمد رفی معرفی کنند بربربر. بعد من از همون وقت فهمیدم که باید هنرمند آهنگ های خودش رو داشته باشد آهنگ های نو بعد سهر شد تو امروز علاقه 6-7 آلبوم اموده کردیم این قدر برنامه کنسرتی بود شکری خدا تو امروز هست یک مثل پوسی خاطر برای مثل احترام بر روح پدر مثل یک محبت همه ما بینندگان میدونیم که هر یک 29 نویبر ما یک برنامه کنسرتی تهیه میکنیم من شما هر سال یک مثل انعنه شدگی است منم در یکشان برنامه شما با شما هم روی کردگی بودم بله این هست هر وقت هر سال این راستی گپ همون سالی که ما اولین بار برنامه کنسرتی پیشکش مخلصان گردوندیم همین خیلی مسئلیت شدم خیلی در اینجا فکری مادرم اون بود فکری بسیاری از دوستای پدرم رفیقانش بودند که همون روزی یعنی که روز تولدی پدرم بله بله 29 نویبر ما برنامه کنسرتی پیشکش کنیم و چی طور شما گفتید هم خیلی انعنه شده رفت امروز هر سال من مخلص های عزیز خودشون خوب میدونن که فقط همون روز 29 نویبر ما برنامه کنسرتی داریم محمد رفیق جان شما اهمیت دادگی هستین که اینقدر با یک عمری نه چندان دراز پدر اینقدر شاگرد و یک مکتبی خودشون رو گذاشتن شما رو گفتید که چی در وادی ایسار چی در همه جای در مثلا خطلان در حتی بدخشان در وادی رشت جوانان پیروی میکنن مکتبی برای استاد رو پیروی کرده یا همون رویه رو خوانده و بعد هنرمندان خیلی اکون اولش که این دادی خدا هست بله بله. این بزرگی شخص رو نشان میدهد که نه هر کس رو در همه منطقه در همه جا یک خیل قبول کنند این بود همون
از سرگذشت پدرم، از روی نوارهایی که تو امروز هست، از روی نقلهایی شاهدی میدین از این کار که در حقیقت اون کس یک هنرمند نو تکرار، شخصی بزرگ بودند و سالهای نمیدونم عصرها نامشان باقی میموند. بله، حتی اولین ترانه‌ای که از پدر شما سرایدید و بیشتر میسراید کدومش؟ از خریب همش رو میسراید؟ راستی گفت من در همه برنامه های کنسرتی هم، در همه آلبوم هایم دو سه ترانه پدر رو حتما میسرایم. اونم کدوم؟ مخصوص برای همون مخلصوی پدر در اونجا بسیار هستند. قریب اولین ترانه پدر این ترانه بهارم بود. بهارم میشکفت. اینم من اگر خطا نکنم صنف 4 یا 5 بودم، سرویده بودم در برنامه‌های صبحی همون تلویزیونی تاجیکستان. چی خیلی گفتیم ترانه بهارم شما وقت فکرم در یاد دارید؟ بله بله. کیچ خیلی سو انسامبل سعودیان این پدرم سرویده بودن. از روی نقل‌هایشون اولین آهنگی که از شعر استاد میرزا تورزاده قدرم سرویده بودند، اولین آهنگ بهارم. بله سرویده شکوفت در نگاهند آدر نگاهند پر از گشت جانی من براهد آجان براهد. ترانه دیگری استادم پدر خیلی خوب سرویده بودند. اگر درباره وطن است و درباره سفرها است و محبت به وطن است و مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم. وطن در هر کجا آمد مرزا ترسوز بودم. بله صدای تو. بله بهار آمد زی عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت. بله بله تمامی زندگی آهیست از پیشی نظر بگذشت، از پیشی نظر بگذشت به مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن. و ما به مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن هستیم. به قول استاد میرزا ترسوزاده و این ترانه را که در بین مردم با شهرت یافت به شرافت کرمتای قلبان و تا امروز این شعار ماست. بله ادامه دادنید. خوش دوام کاری ما. پس این علاقه کمی پخته است، میتونیم محمد رفیق جان اینا اندازه ما اینا این مدت شد وقتی اونم رسید. وقتی اونم رسید. خوش خوش در برنامه ما محمد رفیق نوزیه بودن، مهمون بودن. در خوراکی تیار کردیم بسیار خوب، ستیک. ستیک بسیار خیلی خوب بود لازد و چون یاد شما رو کردیم، گپ زدیم در باره شما. برادر شما محمد سقی رو هر گفتن که بسیار گرچند یک کار جدی دارد و یک ساختارهای قدرتی کار میکنند نه میخیل؟ بله. لیکن اینقدر شوخ، اینقدر صنعت دوست و فرهنگ دوستند که بله محمد سخی برادر خوردی ما چطور شما گفتید به نهایت شوخ طبیعت هست. این هم از همون پدر گذشته است برای ما البته، لیکن در این برابر موسیقی رو خوب میفهمد، مسئلیت ها میدید برای ما البته. در میتوانو که از اون هم مسئلیت گریم در انتخاب سرود شعر. می نوازن اگه مصبور برام؟ به خودش می نوازد، آفیزی هم میکند. لیکن در این کسب نرفت، کسبی بابورو گرفته. بابورو بله بابورو خیلی در ساختارهای قدرتی کار کردن، در میلیسه به فکر ما خیلی کار و فعالیت کردن، خیلی خوب است. پس بابای ما کار یک جای سر کردن، بابای ما هم در ساختار میلیسه کار و فعالیت کردن. اینو ما خیر من کسبی اکتیوری رو انتخاب کردیم. بهترین خیلی در کدام سطح قرار داشته باشد؟ در سطحی خوب 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 من قریب تایم من الکای ماهی شربا، ماهی شربا چیزی که گفتن محمد رفیع همه چیزای گفتگیات رو ما من در برابر خوراکایی که به مانند این گفتیم، خوراکای سبک، من بیشتر آش پلاو رو نظر بینم. آش پلاو و خیلی اگر برنامه دیگر باشد بله حتما دعوت میکنیم. آش پلاو شد در طبیعت شد در خونه کی تیار میکرد آش پلاو؟ بیشتر مادر جون عزیزمون، اویلام، نوزیه.
چموز درک یک سخن کشودت گریش که پدرم ماموش ناز میدینن دوست میدونم همه خیلی بود بله بله نی چون از روی نخل ها ناز میدین آشی پلاو رو این البته برای ما فرزندان چی سخته نیست نه سخته نیست در اصل همه خیلی هست که ما هم ناز میبینیم بله بله سان من اگر که هر روز آشی پلاو باشد میخورم بله بله خوب است خوشی پلو خوش پس ما باید آزیر باید آوردیم که همکاریش ما با کدام شاعرانی ترانه سرا یعنی که در گفتم که در اشعارش ما صورت ها در برای صورت های سیاسی هستند صورت های وطن دعوت به وطن دوستی هستند صورت هایی که اصلا مثلا در برای تاجیکستان هستند بس ترانه های عشقانه است گفتید پس با کدام شاعران شما همکاری میکنید؟ البته امروز باعث افتخار است شکری تینجی آرامی شکری امروزه تاجیکستان عزیز ما که بله بله شکر اینقدر ما میتوانیم آزادانه سخن گوییم آزادانه سرود خونیم و این البته که ما باید همیشه مینادار باشیم شکر از پیشوای معظم ملت همون کنیم بله، بله. امروز تا این درجه همه ما شما رو رساندن و تک شکر و همین است که ما در برای استقلالیت در برای وحدت در برای تاجیکستان سرود میخونیم بدیل پور با یک چهره کشاده البته بله. رست، رست. و این هم باشد با بیشتر از آهنگوی خودم من در این یعنی سرود ها من آنکوی خودم رو می آفرم در برابر این با بستکاران من همکاری دارم البته به این نمی شود با شاعران امروز در برابر آهنگوی خودتون بس با بستکاران هم البته میکنه. البته باید همین طور باشد چون آهنگو یک رنگ برای یک رنگ نامدنش باید که از هر آهنگساز بله. باید سرود گیریم و نرنمایی کنیم بله راست گفتید محمد البته امروز من طوری که شما آگهی دارید در سرود هایی که در وصف استقلالیت و در تاجیکستان و تن مادر می سرایم این از استادان بزرگ باید که یادآور شویم یعنی که از شاعران امروزه از اشعار نظام قاسم رستم وهاب آذر محمد غایب و دیگر و دیگران هستند که ما امروز از شعرهای آنها استفاده میکنیم و فکر میکنم که بهترین آهنگ و بهترین سرود ها میشوند و در برابر این ما در ژانری گوییم که در سرود های عاشقانه باشد آرزو یوسف در آهنگ های مشهر می نویسند بله. ما سال های زیاد است که همکاری داریم با آرزو یوسف خیلی خوب من نظر دیدم در اصلا کتابی بودن شما در همین وقت آمادگی ما محمد رفی بیکار نبودن یک چند رفوی کتابی از کتابخانه سفینه گیرستند و یک چند تا لکای آهنگ پیدا شد متن خوب باشد شما متن بیشتر متن انتخاب میکنید خوب است حالتوی میشون البته که وقتی که یکون کتاب رو ورق میزنیم غزل است یا شعری است که در همون آهنگ پیدا میشود الهامان بعد حالتوی میشود که آهنگ به شعر آهنگ پیدا می شود بله. نمیدونم در یکون راه رو در یکون شب خوب حتی در آهنگ در فکر من میدونم مغیل هم می بیاد بلای سرطان و بعد یک بره چرخ می زند بعد یک بره آهنگ ایجاب در اصلا کتاب استاد دولت سفر بوده نه؟ بله بله در اینجا در اینجا بله در اینجا من دیدم حضرت یک آهنگ ایجاد کردن و بسیار آهنگ یعنی که هم تو بدیعتن چی کردن خوندن یک دو در یک ورق زدن و یک آهنگ پیدا شد من فکر میکنم بسیار آهنگ خوبم سرود خوبم میشد در وصف محبت است عشق است وطن از آهنگ سازی شما یادآوری کردید مثلا من در برابر آهنگ های خودم با دیگر آهنگ سازا کمپوزیتوران همکاری میکنم کیستن کیان آنها که محمد رفیع با آن کس با آنها همکاری میکند البته من بسیار ارایدم از
آهنگهای بستکار و اینی نمیگویم خطا نمیکنیم همکاری داشتیم با ذکرالله حکیموف بله بله. چندین آهنگ ها سرویدم یعنی که دویت دوگونه با بله موزیا بله. در وسط تاجیکستان سرود ها هست در وسط برادر و خواهر هست بله. و با دوران رحمت زاد با فرهاد ذکیروف و با شادرمان دیلاور زهوریان که من چندین سرود ها از اون کسا سرویدم و البته که در آینده نیت ها خیلی زیاد هستند این همکاری ما دوام دارد خدا خواهد ما اومد که نیت ها خیلی زیاد هستند ما مدرف جمعید باید بریم مگم ترانهی ترانهی ذکرالله را حکیم با کدوم ترانهش بایدتان از سروی یک پرچک هستم بلی باید سردوی کشمو با این آهنگساز و با این مطرب و بوین بسیار یک آوازخوان شناخته ما ای عزیز پیر و برنا زنده باش زنده باش با نازیه سرای دهیم بله بله این ترانه است در باره خواهر برادر این هم بسیار یک ترانه خوب بومد و زود در بین مردم محبوب شد همین آهنگتان در باره دویت. خواهر بله دویتتان همین سرودتان خواهر و برادر نفس نفس هوایی بله 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 برادر منازیه یعنی که این بز در بین مردم خدر عزیز مو فرزندان پدر به هم دیگر به این معنا بودن خیلی خوب و در البومی که آخران بر ما برنامه کنسرتی داشتیم این هم از ذکرالله حکیموف هست دویت آن دل بری من آمد بری من آمد بری من آن دل بری من بله این هم هست ما اگر خطا نکنم همین را در روز جوانان هم خوندیم یا که همین بود؟ بله 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 مردم اونجا یک بشور اومدن بشور اومدن در شهر بختر آن دل بری من همه مردم دیگه رقص بدار اومدن اومد بری من اومد بری من آن دل بری من بله خیلی خوب بود فراد زکیر اینجا در بین مردم بین آوازخانان بسیار یک آهنگای خیلی خوبی ایجاد میکنن من همه میدونم فراد جان تمامی همون با کدوم حافظی هم کاری میکند پهلوهای آوازخانی او را یعنی بعضی وقت چیزهای بلند میگیرند بله نیم اوچو اوچوی بلندتر یعنی کوشش میکنند که همون آوازخان به فکر ما همون هنرش را نشان دهد با همون تر آهنگویشان بسیار در اونجا من بسیار سرایدم از فراد زکیروف البته که ما همین شب روزو همکاری هم داریم دارید بله بله چون که در همون چورا بینوی دولتی ما یک جا هستیم در اونجا بود ترانه دل دل بغمی وطن فیگار ما نکنه کی میکنه کی میکنه جان برهی وطن نیسار ما نکنه کی میکنه کی میکنه من بسیار این از فرهاد جان ذکیر فسوهنگ همون کسان بله خیلی خوب و من همکاریو در اوج در اوج و از دوران رحمتزاد باشد بسیار سرودی که یک مخلص های خود رو پیدا کرده بود ترانه بیا بیا ای منای بودنم بیا بیا بله ای اوی فراری دو چشمانت خماری دلی گرانم تو این صاف داری نداری بیا من امروز ما گفته میتوانیم با دلی پر که در حقیقت ما بستکاران خوب داریم داریم دوستان عزیز در وقت صحبت و آره صحبت شدیم و سخنها گفتیم ما شروبای ما چون که گفتم آماده تبانت تیار شد اگر وقتی چشیدن وقتی چشیدن هم شد بینندگان عزیز اینک ما خوراک رو حلکه در کاسه ها کشیدیم و مای شوربای روسی اوخه که محمد رفی جان برای صحبت ما کردن و توصیه دادن ما تیار کردیم با همراه یک دیگر خوب که باشد بعد از چند لحظه با ما باشد حاضر وقتی بسیار مهم چشیدنی ماه شوربا
خب اینک مایی شربو کشیده شده در کاسه ها کنک چشم کلی بره. من میترسم که نمکش کم نباشه چون که نمک به با من باور کرده باید که ساز باشه بهتری. بهترین دیده در حقیقت مایی شربو بهترین یک غذای حتما کمی کمی از ماهی هم گرفتم در کل در وقتی خوردم بهترین و تصمیم بیتیم که ماهی شوربو ماهی شوربوی که ما قدر دریاها داریم دریای وخش و پنج و دریای کفرنیهان و در سیر دریا و دیگر دریاها و حتما میتونی از ماهی از دریا گرفته و اینا تیار کنم. خوش شما من دیدم که نمک نکردید یعنی که این برای اون که نمک هم بزاوق همون بزاوق همون ها بله کسی که استعمال میکنن بله 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 میتونه شکل سر نمک کم نمک بی نمک میخورن. من برای شما مینداری میکنم تشکر شما مینداری هستیم از نام گروه ایجادی ما که شما به وقت یافتید فرصت یافتید به سرکوریتان نگاه نکرده به برنامه لذیذ با علاءالدین آمدید و تشکر اگم تمالیتی داشته باشید مرحمت البته من تمالیتی آن رو دارم که تاجیکستانی عزیزی ما چون امروزه الخیل تینجا آرامی باشد صلح و وحدت باشد البته ما افتخار میکنیم از سرزمین خودمون و وعده میتیم تا وقتی هستیم با سرودهای خود با آهنگهای نوی خود برای وطنی عزیز برای مخلصانی عزیز خدمت کنیم. سلامت باشید. سلامت باشید برای شما هم کامیابی های ایجادی تنی صحت تمنا میکنیم با شما با اهل و اویلتون با مادر عزیزتان مادر جان عزیزتان خواهر سندکاری شما اهل و اویله شما که در خدمت مردم هستید یک فضای فرهنگی ما را شما پورا میسازید با ایجادیات خودتان کامیابی ایجادی تمنا داریم. سلامت با شما مخلصان میگم شما هم بردم باشید سلامت باشید اشتیای خوب و تنی صحت با برنامه لذیذ بالا دیم باشید سلامت باشید.